کیوان حسینی رو اینجا در استودیو داریم، همکارم کیوان. تحرکات دیپلماتیک هم به نظر میاد که کم و بیش ادامه پیدا کرده، از جمله سفر وزیر امور خارجه قطر به ایران و اظهار نظرهای بعضی دیگر از مقامهای دیپلماتیک کشورهای دیگه. مهمترینش تا این لحظه همین سفر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به تهران هست که البته همچنان ما نمیدونیم که آیا هیچ ارتباطی به مسئله قاسم سلیمانی و کشته شدنش داره یا نه، و آیا پیام جدیدی هم ارسال شده به سوی تهران یا نه، اساسا قصد میانجیگری داره قطر در این زمینه یا نه. هنوز در این زمینه ها اطلاع دقیقی منتشر نشده. پیش از این میانجیگری های از این دست رو کشور عمان انجام داده، پس نتیجه میگیریم که سابقه اتفاقاتی از این دست بوده که از کشورهای عربی استفاده بشه برای ارسال پیام هایی به ایران. در حال حاضر هم قطر جزء کشور هایی هستش که رابطه بدی نداره با تهران و همزمان از متحدین استراتژیک ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس هم محسوب میشه. یکی دیگه از اتفاقاتی که افتاد این بودش که عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خیلی مستقیم به واکنش آلمان پاسخ داد. دیروز مجموعه ای از واکنش های بین المللی منتشر شد که برخیشون قابل انتظار بود، مثل محکومیت این حمله از سوی عراق و سوریه و لبنان و یا آنچه که مثلا عربستان سعودی یا امارات منتشر کردند، و واکنش های قدرت های جهان هم تا اندازه ای دور از انتظار نبود. اما واکنش کشور آلمان یه واکنش خیلی میشه گفت خاص بود در میان کشورهای اروپایی، از این جهت که در اون واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفتش که در نهایت کشته شدن قاسم سلیمانی واکنشی بود به اقدامات تحریک‌آمیز ایران. تا اندازه این لحن به نظر می‌رسید که از نظر اینها توجیه داره کشتن آقای سلیمانی به این شکل، و در این حال آلمان ابراز نگرانی کرده بود درباره اقدامات ایران در منطقه که باعث شد امروز عباس موسوی خیلی مستقیم به آلمان واکنش نشون بده و بگه که این کشور اصلا بیگانه است با تحولات خاورمیانه. از طرفی هم بحثی در گرفته در مورد این که از منظر حقوق بین الملل کشته شدن یا هدف قرار دادن آقای سلیمانی تا چه اندازه جایگاه حقوقی و مشروع داشته. آقای ترامپ حرفش اینه که مشغول برنامه‌ریزی برای عملیات بوده، بنابراین ما زدیم، و اون طرف هم گفته میشه که خب چطور یک فرمانده رده عالی رو آمریکا هدف قرار داده. استدلال های دو طرف هم جالبه در این زمینه. این داره تبدیل میشه به یکی از مهمترین نقاط بحث در بین رسانه‌های بین المللی در ارتباط با مسئله کشته شدن قاسم سلیمانی، به ویژه این که در پاسخی که نماینده ایران در سازمان ملل در واقع ارائه کرده به شکل رسمی به سازمان ملل آقای تخت روانچی، اونجا اومده که ایران این حق خودش میدونه که بتونه از خودش دفاع بکنه. مسئله اینه که تا چه اندازه این کاری که آمریکا کرده دفاع مشروع میتونسته محسوب بشه یا نه. از نخستین ساعاتی که قاسم سلیمانی خبر کشته شدنش منتشر شد، اظهار نظرهای حقوقی مهمی از جمله یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل انجام داد خانم کالامار، و گفتش که خیلی مبهم هست که آیا تهدید فوری و خطر فوری وجود داشته برای ایالات متحده یا نه. از اینجا آمریکا سعی کرد که این مسئله رو باز بکنه. مایک پومپئو در مصاحبه‌های مختلفش اشاره کرد به اینکه خطر فوری وجود داشته و رفت به این سمت که به این دلیل بوده که قاسم سلیمانی کشته شده. حالا ایران هم به نظر میرسه که میخواد از استدلال مشابهی استفاده بکنه، که البته ما هنوزم نمیدونیم چه واکنشی میخواد نشون بده و خیلی مهم خواهد بود که چه واکنشی هم نشون بده، ولی این استدلال رو میخواد استفاده بکنه چه بسا برای هر گونه عکس العملی که داشته باشه. خب البته ما از زبان خود آقای ترامپ هم خواهیم شنید تا لحظاتی دیگر، او هم دلایل خودش رو بیان کرده. فعلا تصاویر زنده ای هم داریم کیوان از کربلا، انتظار میره که شماری از کسانی که در تشییع جنازه شرکت کردند در بغداد، تعداد دیگر هم در کربلا جمع بشن به یادبود قاسم سلیمانی و همینطور ابو مهدی المهندس که در حمله دیروز بامداد دیروز جمعه کشته شدن. در هر صورت که من به نظر میاد که دست کم یکی از پیامدهای بین المللی موضوع برای آمریکا اینه که وضعیتشون در عراق کم و بیش پرچالشه.
و البته همین تشییع جنازه‌ای هم که الان داره اتفاق میفته یکی از نقاط، یکی از سکوهای پرشی میتونه باشه برای تمام کسانی که مخالف هستن با حضور ایالات متحده در آمریکا، به خاطر اینکه الان یک نمایش قدرت خیلی مهمی خواهد بود، جنبه‌های تبلیغاتی زیادی داره، بسیاری از رسانه‌های دنیا نگاهشون به این تشییع جنازه و تشییع جنازه بعدی در ایران خواهد بود در ارتباط با خود قاسم سلیمانی، ولی این بخشش مستقیم ارتباط پیدا میکنه به مسئله حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق، به این دلیل که تا اینجا آنچه که دلیل قانونی و حقوقی حضور این نیروها در عراق هست مبارزه با گروه داعش بوده که الان بسیاری از گروه‌های شیعه عراقی میگن که ایالات متحده آمریکا با حمله‌ای که انجام داد به کاروان قاسم سلیمانی و کشتن ابو مهدی مهندس از این وظیفه خودش تخطی کرده و به همین دلیل هم باید اخراج بشه، و همونطور که نفیسه هم بهش اشاره کرد فردا در پارلمان در این ارتباط رأی‌گیری خواهد شد که بسیار مهم خواهد. بله، تصاویر زنده رو هم میدیدید از کربلا. ممنونم از کیوان حسینی همکارم.